به نام خدا سلام در این اپیزود فصل دوازدهم کتاب داروینیسم و طراحی هوشمندانه رو بررسی میکنیم سال 2004 رئیس انجمن زیستشناسی سلولی آمریکا هاروی لودیش نوشت طراحی هوشمندانه علم نیست زیرا ایده هایی که مبنای آن را تشکیل میدهند هرگز از طریق پژوهش ها و بازبینی های دقیق علمی آزمایش نشدند سال 2005 هم انجمن نجوم آمریکا اعلام کرد طراحی هوشمندانه بر تعریف اصلی ایده علمی منطبق نیست. طرفداران طراحی هوشمندانه فرضیه های امتحان پذیر و همچنین شواهدی برای اثبات دیدگاه هایشان فراهم نمی کنن. انجمن بیوفیزیک هم همین سیاست رو اتخاذ کرد و اعلام کرد آنچه نظریه های علمی را از طراحی هوشمندانه متمایز می کند روش علمی است که برگرفته از مشاهدات و استنتاج است از آنجا که طراحی هوشمندانه بر اساس روش علمی نیست در حوزه علم هم نیست اما آقای ولز میگه طراحی هوشمندانه هم قابل آزمایش هم آزمایش شده ولی تعریف علم چیه واقعا سال 1982 ویلیام اورتون قاضی منطقه‌ای ایالات متحده قانون آرکانزاس رو مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. این قانون مدارس دولتی را ملزم می کرد با خلقتگرایی مبتنی بر کتاب مقدس و داروینیسم به طور متعادلی رفتار کنند. این قاضی بر اساس پنج ویژگی اصلی علم که افرادی مثل مایکل روز فیلسوف به اون ارائه کرده بودند گفت خلقتگرایی علم نیست. دین است آقای قاضی پنج معیار برای علم اعلام کرده بود یک علم با قوانین طبیعی هدایت می شود دو علم بر اساس توضیحی است که قوانین طبیعی ارائه کرده سه علم آزمایش پذیر است چهار علم غیر قطعی است پنج علم ابطال پذیر است این معیارها چقدر معتبرند لری لندان فیلسوف علم میگه دانشمندانی مثل گالیله و نیوتن مدتها قبل از اینکه توضیحی علی یا تبیینی برای گرانش وجود داشته باشه گرانش رو متوجه شده و تایید کرده بودند پس معیار اول و دوم خیلی دقیق نیست و معیار سوم و پنجم هم میتونن اشتباه باشن به خاطر اینکه آزمایش پذیری و ابطال ممکنه موارد غیر علمی و شبه علمی رو هم در بر بگیره مثلا گاهی طالبینان پیشگویی های درست و قابل تعییدی رو بیان می کنن. با این حال اکثر دانشمندان طالبینی رو غیر علمی می دونن. در کل نمیشه با این معیارها فرضیه های علمی رو از غیر علمی به درستی تشخیص داد. داروینیست ها معیار دیگه‌ای به نام طبیعت گرایی روش شناختی رو معرفی کردند که میگه علم تنها میتونه به توضیحات طبیعی استناد کنه. طرفداران این موضع بین طبیعتگرایی روش شناختی و متافیزیکی تفاوت قائل میشن. طبیعتگرایی متافیزیکی فلسفهای ماتریالیستی که در اون طبیعت تنها چیزیه که وجود داره و خدا و روح تخیلی هستند اما طبیعتگرایی روش شناختی صرفا توضیحی درباره محدودیت ذاتی روش علمیه تا توصیفی از کل واقعیت با این حال منجر به مشکلاتی هم میشه اولین مشکل اینه که واقعا ممکنه معجزه ها رخ داده باشن اتفاقاتی که با قواعد طبیعی توضیح داده نمیشن و ما نمیتونیم کتمانشون کنیم چون تاثیراتشون عینی هستن آلوین پلانتینگای فیلسوف در این باره میگه اگر فراتبیعی رو از علم کنار بگذارین برخی پدیده های موجود که به دلایل فراتبیعی ایجاد شدن در علم بررسی نمیشن پس از طریق علمی نمی میشه به حقیقت دست پیدا بکنیم دومین مشکل اینه که ممکنه طبیعتگرایی روش شناختی به مردم الغا کنه به عقایدی بچسبند به که با شواهد پشتیبانی نشدن یا عملا متناقض با شواهد موجودن اگر کسی از مورد تردید قرار دادن دکترین نسب مشترک جهانی صرفا به این دلیل که اونو بهترین توضیح طبیعتگرایانه در دسترس میدونه خودداری کنه گرچه سوابق فسیلی و شواهد مولکولی با اون در تناقضه چنین فردی دیگه درگیر فعالیتی که بیشتر ما اون رو علم می نامیم یعنی مشخص کردن اینکه کدوم فرضیه به بهترین وجه با شواهد مطابقت داره نیست همین رو میشه در مورد کسی گفت که اصرار داره کلام فرگشت صرفا برونیابی خرد فرگشته چون بهترین توضیح طبیعت گرایان است در صورتی که شواهد به دست اومده از موجودات زنده قویا بیانگر این هستند که چنین چیزی صحت نداره دوستان ساده شده این مطلب یعنی اینکه هر کسی فرگشت رو تایید کنه علم رو تایید کرده در صورتی که شواهد به دست اومده از موجودات زنده قویا بیانگر این هستن که چنین چیزی صحت نداره فیلیپ جانسون در این باره میگه طبیعت گرایی و تجربه گرایی اغلب به اشتباه یکسان گرفته میشوند در حالی که اینطور نیست و در مورد داروینیسم این دو اصل بنیادین علمی با هم در تعارضند البته دانشمندان باید در قدم اول دنبال علل طبیعی باشند. همونطور که دمسکی گفته بود و در قدم بعد سراغ شانس و تصادف برن و در مرحله آخر که ضرورت و شانس در مورد پدیده توضیح مناسبی نداشتن سراغ طراحی برن مشکل طبیعت گرایی روش شناختی اینه که پژوهشگران رو از حرکت فراتر از علل طبیعی هدایت نشده منع میکنه یعنی بهشون میگه بجز قوانین فرگشت دنبال چیز دیگه ای نباشن دلرات چه فیلسوف میگه اگر کسی علم را به امر طبیعی منحصر و فرض را بر این بگذارد که چنین علمی اصولا میتواند به ما در فهم تمام واقعیت ها کمک کند در واقع به طور ضمنی طبیعت گرایی فلسفی را مد نظر قرار داده است معیارهای مبتنی بر قواعد طبیعی امتحان پذیر بودن و طبیعت گرایی روش شناختی نه تنها قابل تردیدن بلکه می برای اعلام غیر علمی بودن داروینیسم هم به کار برند چون اولا داروینیسا مدعی که نسب مشترک جهانی حقیقته خواه ما قواعد طبیعی زیربناییش رو بشناسیم خواه نشناسیم دوما نسب مشترک جهانی با شواهد فسیلی و مولکولی آزمایش پذیر نیست حتی ممکن منشأ داروینی گونه ها در این نظریه هم امتحان پذیر نباشند داروینیست ها با توجه به این وضعیت این بار رفتن سراغ معیارهای جامعه شناختی و روانشناختی تا با اونها طراحی هوشمندانه رو نامعتبر کنند. این معیارها شامل سوال مربوط به انگیزه های مذهبی شخصی، اشارات ضمنی منتسب به طراحی هوشمندانه و عدم قطعیت داروینیست ها میگن طراحی هوشمندانه علمی نیست چون انگیزه های مذهبی پشتشه در حالی که سال 2004 آنتونی فلو که آتئیست بود متقاعد شد که شواهد موجود در طبیعت اشاره به طراحی دارند از طرف دیگه انگار انگیزه داروینیست ها به خدا ناباوری پر رنگ تره مثلا ریچارد لوونتین اصرار داره که ما نمیتونیم اجازه بدیم پای خدا به این مسئله باز بشه یا باربارا فارست مخالف هر تلاشی برای توضیح جهان با است اصطلاحات فراتبیعیه بنابراین اگر انگیزه های مذهبی رو ملاک قرار بدیم برای علمی بودن فرضیه ای هم فرضیهشون غیر علمی میشه نکته دوم داروینیستا اینه که میگن طراحی هوشمندانه علمی نیست چون معانی زمینی مذهبی درونش پنهانه درسته که بیشتر نظریه پردازان طراحی هوشمندانه باور دارن که خدای کتاب مقدس طراح کیهان و موجودات زنده است اما میگن این اعتقاد ورای شواهد طراحی در طبیعته از طرف دیگه داروینیس ها بر این باورن که فرضیه اونها خدا رو کنار میگذاره مثلا ریچارد داوکینز میگه داروین این امکان رو فراهم کرده که به لحاظ فکری خدا تمام و کمال باشیم یا ویلیام پروواین زیست تکاملی میگه داروینیسم با شکوه ترین موتور الهادی است که تاکنون اختراع شده چون نشان میدهد هیچ خدایی ارزش وجود داشتن ندارد بنابراین داروینیسم هم معنای زمینی مذهبی داره و با این معیار علمی تر از طراحی هوشمندانه نمیتونه باشه مگر اینکه علم رو معادل فلسفه ماتریالیستی فرض کنیم نکته سوم داروینیست ها اینه که میگن طراحی هوشمندانه علمی نیست چون طرفدارانش به جای عدم قطعیت روش تعصب دارن در صورتی که در اپیزودهای قبلی همونطور که بررسی کردیم افراد زیادی با وجود مدارک متناقض در سوابق فسیلی و جنین شناسی و تحلیل های مولکولی متعصبانه به داروینیسم چسبیدن و اون رو حقیقت علمی میدونن در صورتی که توی این جور موارد نظریه ها رد میشن یا باید اصلاح بشن سال 1938 فیزیکدان آلمانی کارل فون وایتسگر سخنرانی با موضوع بیگ بنگ که موضوع جدیدی بود انجام داد. بین هزار شیمی فیزیکدان معروف والتر نرنست حسابی عصبانی شد و به وایتسگر گفت این دیدگاه که میتوان سنی را برای جهان هستی فرض کرد دیدگاه علمی نیست. نامتناهی بودن زمان یکی از ارکان اصلی تمام تفکرات علمی است. و انکار آن دقیقا به معنای خیانت به مبانی علم است. وایت سکر میگه من از این نوع نگاه کاملا متعجب شدم و در مخالفت با اون گفتم اینکه فرضیه هایی بر اساس سرنخهای کوچکی که از آزمایش و تجربه به دست میان شکل بگیرن کاملا علمیه و ایده ای عمر جهان هستی هم چنین فرضیه ایه. اونم در پاسخ گفت ما نمیتونیم فرضیه علمی رو شکل بدیم که دقیقا با مبانی علم در تناقضه این واکنش نرنس اعتقادی راسخ و عمیقا غیر منطقی رو آشکار میکنه که در اون جهان جای خدا رو گرفته و به طور کفرآمیزی صفات خداوند رو انکار میکنه تا اینجا فهمیدیم که اثبات پذیری، ابتال پذیری، طبیعت گرایی روش شناختی و معیار روانشناسی هم مثل قوانین طبیعی نمیتونن فعالیت علمی رو به صورت بسندهی توضیح بدن همونطور که لندن میگه هیچ مرز علامت گذاری شده ای بین علم و غیر علم یا بین علم و شبه علم که پذیرش اکثریت فلاسفه را جلب کرده باشد وجود ندارد و همچنین بایدی برای پذیرش چنین مرزی از طرف فلاسفه یا هر کس دیگری هم وجود ندارد بنابراین مرزبندی های علم و غیر علم برای حل و فصل مناقشه بین داروینیسم و طراحی هوشمندانه نمیتونه مفید باشه چون اولا معیارهایی که برای این کار استفاده میکنن خودشون نقیصه هایی دارن دوما با در نظر گرفتن همین معیارها داروینیسم و طراحی هوشمندانه دست کم وضعیتشون مثل همه مثلا آزمایش پذیری رو در نظر بگیرید نظریه پردازان طراحی هوشمندانه میگن ما میتونیم با استفاده از شواهد تجربی تعیین کنیم آیا بعضی از ویژگی های جهان طبیعی با علت هوشمند بهتر توضیح داده میشن یا با فرایندهای طبیعی و هدایت نشده این الهیات طبیعی نیست چون دنبال اثبات وجود خدا نیست و ادعا نمیکنه همه چیز در جهان طبیعی طراحی شده است و از منابعی مثل کتاب مقدس هم استفاده نمیکنه اونا میگن ما میتونیم طراحی هوشمندانه رو از آثارش استنباط کنیم این آثار چی پیچیدگی کاهش ناپذیری که بیهی گفته بود و اطلاعات بیولوژیکی اختصاصی شده پیچیده که میر گفته بود این فرضیه ها قابل آزمایشن اگر هر سیستم پیچیده ای رو یکی از اجزاشو بردارید نباید دیگه کارکرد خودشو داشته باشه در غیر این صورت پیچیده کاهش ناپذیر نیست زیست شناسای تکاملی مثل جری کوین راسل دولیتل و کنت میلر ادعا می کنند که شواهدی ارائه کردند که فرضیه بهی رو رد میکنه خب این حرف تنها تناقض داره با اون صحبتی که میگن طراحی هوشمندانه آزمایش پذیر نیست. یک فرضیه یا آزمایش پذیره یا غیر قابل آزمایش اگر طراحی غیر قابل آزمایشه این دانشمندان چطور شواهدی رو ارائه کردن که ردش کنه در مورد فرضیه میر هم مثل فرضیه بهی شواهدی که آقای میلر در مورد آر ای ارائه کرده و میگه از منشه حیات پشتیبانی میکنن و این فرضیه رو رد میکنن دوباره همون تناقض پیش میاد و نشون میده که این فرضیه هم آزمایش پذیره آقای ولز اینطوری نتیجه گیری میکنه که علمی بودن و نبودن طراحی توسط داروینیسها ها برای این مطرح میشه که حواس مردم رو از این مسئله پرت کنه که شواهد موجود بیشتر از داروینیسم حمایت میکنه یا از نظریه های رقیبش بسیار خوب دوستان این اپیزود هم به پایان رسید مجددا میگم که اگر میخواین با جزئیات بیشتر این اطلاعات رو دنبال بکنید حتما به کتاب مراجعه بکنید و برای اینکه تفکر نقاد داشته باشین برنامه های وی علی رزا امتیاز که مخالف این کتاب هست رو حتما ببینید تا اپیزودهای بعدی خدا یار و نگهدار شما